از قدیم الایام قبل از اینکه شطرنج یک ورزش باشه یک ابزار سیاسی فوق العاده مهم بوده در مورد زمانی دارم صحبت میکنم که شوروی هنوز تجزیه نشده بود و شطرنج از این لحاظ حائز اهمیت بود که هر کشوری که شطرنج بازهای قدرتمندتری داشت و قهرمانهای جهان اون دوره رو تشکیل میدادند به این معنا بود که ایدئولوژی سیاسی اون کشور هم برتره و اونها بهتر فکر میکنن و این ذهنیت بین مردم عادی هم جا افتاده بود طوری که شطرنج به نماد تفکر در جهان تبدیل شده بود امروز دیگه شطرنج مثل قدیم نیست و دیگه اونقدرها جنبه سیاسی نداره اما همچنان هم میشه هر چند اندک رد پای شطرنج رو توی سیاست دید همونطور که گری کاسپاروف بزرگ اعتراض خودش رو به واسطه شطرنج به پوتین و دولت روسیه نشون داد ایرانی ها هم از این قائل مستثنا نیستم و میخوام میتراه جازیپور استاد بزرگ شطرنج خانم رو مثال بزنم که این روزها شعار زن زندگی آزادی رو با صدای بلند فریاد میزنه و در واقع اکثر کسایی که از کشور خارج شدن استاد بزرگ های شطرنج کشورمون هدفشون اعتراض بوده میتراه جازیپور که معترض کامل حکومت یا کسایی مثل سارا خادم و شریعه به خاطر هجاب اجباری ایران رو ترک کردن پس قبل از اینکه بخوایم انگ وطن فروشی به کسی بزنیم باید ببینیم به چه دلیل کشور رو ترک کردن که اکثرا معترض به شرایط فعلی کشور بودن حتی خود آتوسا پورکاشیان اینترو این ویدیو رو نمیخوام خیلی طولانی کنم و باید بهتون بگم آتوسا پورکاشیان برای کشور آمریکا و میتراه جازیپور برای کشور فرانسه بازی میکنن در قهرمانی شطرنج تیمی بانوان در واقع هر دو ایرانی هستند اما یکی برای آمریکا بازی میکنه و یکی برای فرانسه که میتونه به نوبه خودش جالب یا دردناک و سوزاننده هم باشه خب همونطور که بهتون گفتم بازی ها به صورت تیمی برگزار میشه و میتراه جازی پور با مهره سفید بازی رو با حرکت اسب اف سه شروع میکنه دی 5 از طرف آتوسا پورکاشیان بی سه اسب اف 6 فیل به خونه بی دو اومده توی این قطر بلند قرار گرفته توی بازی و سفید حمله نیمزویچ لارسن رو برای این بازی انتخاب کرده ای شیش از پیاده خودش حمایت میکنه توی مرکز و ایس قطر فیل رو باز میکنه سی پنج آتوسا اینجا کنترل بیشتری روی مرکز میخواد پیدا کنه و سی چهار سفید هم مرکز رو به چالش میکشه گسترش اسب پیاده ها تعویز شدن توجه کنید اینجا اگر که سیاه بخواد بزنه باعث گسترش فیل سفید میشه پس اجازه میده که خود سفید این کار رو بکنه الان سیاه مرکز بهتری داره اما به زودی دی چهار هم توی بازی در راهه و بازی میشه فیل به خونه بی 5 اومده اسب رو به شاه آچمز کرده و با فیل از اسب خودش داره دفاع میکنه میترا قلعه رفته و حرکت فیل ای هفت بازی شده آتوسا هم میخواد به زودی قلعه بره دی چهار مرکز رو به چالش میکشه سفید و پیاده ها توی مرکز تعویز شدن سیاه هم توی بازی قلعه رفته فیل برگشته به خونه ای 2 از اونجایی که دیگه کاری اونجا نداره و اسب به خونه ای چهار خونه مرکزی انتقال پیدا کرده اسب دید و گسترش اسب داره پیشنهاد تعویز هم میده و فیل به خونه ای اف 6 اومده فشار رو حالا توی داره به این قطر وارد میکنه توی بازی و اسب رو اینجا گذاشته خونه ای اف سه که حرکت خوبی هم بوده گسترش رخ و حرکت آسه وزیر ای هفت و رخصی یک هر دو بازیکن به گسترش مهره هاشون دارن میپردازن و اینجا میترا جازیپور تصمیم میگیره که اسب رو توی بازی بزنه با پیاده پس گرفته میشه فیل ها هم توی بازی تعویز میشن و وزیر به خونه دیس اومده آ 5 و اسب دید و پیشنهاد تعویز اسب ها رو هم داره میده فراموش کردم این نکته رو هم بهتون بگم که وقت بازی هر بازیکن 45 دقیقه وقت داره و به ازای هر حرکت هر 10 ثانیه پاداش زمانی میگیره فیل به خونه F5 اومده داره از اسب خودش دفاع میکنه همچنین تهدیدهایی رو هم برای وزیر داره به وجود میاره اسب اینجا اسب رو زده با فیل پس گرفته وزیر زیر ضربه وزیر به خونه سیسه رفته و در واقع پیشنهاد تعویز وزیرها رو میده آتوسا پورکاشیان وزیر رو میذاره خونه g5 و در واقع داره تهدید مات در یک حرکت رو ایجاد میکنه با حرکت F3، از مات از تهدید در واقع جلوگیری میکنه حمله به فیل فیل جابجا جا شده و توی این لحظه میترا جازی پور پیاده رو میذاره خونه F4 که در واقع این حرکت حرکت خوبی نبوده حالا چرا حرکت خوبی نبوده الان پیاده داره به وزیر حمله میکنه اما وزیر میتونه توی بازی جابجا شه اما پیاده ی سفید دیگه به عقب بر نمیگرده و با انجام حرکت F4 پیاده ایس یک پیاده ضعیف و عقب مونده میشه توی بازی که سیاه میتونه به این پیاده فشار بیشتری وارد کنه و در واقع حرکت بهتر حرکت ای 4 بوده حتی اگر تعویض ها هم صورت میگرفت اینجا نمیرفت سراغ پیاده F4 بازی میکرد این پیاده زیر ضربه وزیر باید برمگشت یک پیاده اینجا کمتر داره سفید اما برای سفید قابل بازیه و مهره های خوبی داره توی بازی برگردیم F4 بازی شده وزیر رفته خونه E7 فشار به پیاده روخ به خونه F3 اومده تا از پیاده خودش دفاع کنه اما این پیاده هم توی بازی زیر ضربه توی این لحظه آتوسا یک پیاده توی بازی جلو میفته رخ جیس بازی شده حالا سفیده که داره مات در یک حرکت رو رقم میزنه اما جی از این اتفاق جلوگیری میکنه فیل به خونه ی جی چهار اومده پیشنهاد تعویز داده فیل ها تعویز شدن وزیر بی چهار تعویزه وزیرها رو داره پیشنهاد میده آتوسا پورکاشیان. اما رخ رو برگردونده جیس میترا و اگر میگه میخوای بزنی خودت بزن سی پنج هم بازی شده وزیر رو داره با یک پیاده بیشتر تقویت میکنه و اگر بزنه با این پیاده پس میگیره دیگه که سه تا پیاده متصل به هم داشته باشه توی بازی اچ چهار بازی شده که حرکت اچ چهار هم حرکت خوبی نبوده از طرف سفید وقتی دارید پیاده ها رو میرونید دارید یه سری ضعف توی پوزیشن خودتون ایجاد میکنید و اینجا H4 اصلا نیازی نبوده اینجا میتونست F5 بازی کنه اگر میخواست که جلوی شاه سیاه رو خراب کنه نمیتونه بزنه سیاه چون میبینید که رخ دقیقا جلوی شاه قرار گرفته و میتونست تعویز کنه اما H4 بازی شده C4 اینجا وزیر رو زده با پیاده پس گرفته سه در مقابل یک داریم تقریبا البته این پیاده هم هست که داره این خونه رو کنترل میکنه اما این پیاده پیاده عقب مونده است و پیاده ضعیف سیاه میتونه بهش فشار وارد کنه توی بازی F5 بازی شده و پیاده رو زده آتوسا پورکاشیان الان دو پیاده توی بازی جلو میفته رخ اومده به در واقع پیاده حمله کنه با رخ دفاع کرده از پیاده خودش دفاع میکنه این پیاده ضعیف زیر ضربه و اینجا تعویز پیاده ها توی خونه G6 انجام شده و شاه به خونه F2 اومده تا از پیاده خودش دفاع کنه رخ به خونه E5 اومده رخ F3 و رخ E4 حالا فشار به این پیاده وارد میکنه پیاده ای که رونده شد و نیازی به رونده شدن نداشت توی اون لحظه H5 رخ C2 کیش شاه جابجا جا شده بی دو هم بازی شده یک قدم بیشتر نمونده تا پیاده وزیر و اتوسا پورکاشیان این آخر بازی رو میبره با دو پیاده ای که بیشتر داره دو پیاده دوبل هست اما هر دو پیاده پیاده های رونده هستند توی بازی پیاده رو زده پس گرفته رخ اومده به پیاده حمله کنه با شاه از پیاده خودش دفاع کرده آتوسا پورکاشیان رخ برگشت خونه اف سه تا از این پیاده توی بازی دفاع کنه و حرکت بی سه هم انجام شده شاه اچ سه و رخ ای دو. می میبینید این پیاده هم پیاده ضعیفیه حرکت جی سه از طرف سفید بازی شده به این منظور که حالا اگر که به عنوان مثال اینجا تعویز اتفاق افتاد این آخرین تعویز دیگه با کیش همراه نباشه و سفید بتونه این پیاده رو بزنه اما تفاوتی هم نداره این سه در مقابل یک رو باز هم در واقع سیاه میتونه ببره اما آتوسا پورکاشیان رخ رو میذاره سی چهار تعویز ها رو انجام نمیده رخ برگشت خونه F1 تا اجازه حرکت رخ در واقع سی یک رو توی بازی نده رخ به خونه سی 2 اومده این پیاده هم داره میره دیگه شاه رفته جی چهار پیاده بعدی رو هم از دست داده و سیاه سه پیاده توی بازی جلو میافته رخ دی یک فشار به این پیاده و رخ به خونه ای دو اومده از پیاده خودش گذشته پیاده رو زده و رخ به خونه C یک اومده نمیتونه بزنه چون وزیر میکنه سیاه توی بازی اینجا رخ رو برگردونده خونه دیه که حرکت بهتری بوده تعویز روخ ها انجام شده همچنان دو تا رونده اینجا سیاه داره که میتونه وزیر کنه روخ به خونه سی 2 اومده میخواد روخ رو بذاره سی یک به همین دلیل میترا اجازه پور روخ رو برمیگردونه خونه بی یک تا اگر که حالا روخ سی یک بازی بشه پیاده رو توی بازی میزنه و این اجازه رو بهش نمیده حالا نوبت شاهه که توی بازی فعال شه شاه F4 اجازه نفوذ به شاه سیاه رو نمیخواد بده توی بازی G5 کیش شاه E4 و حرکت G4 حرکت خیلی خوبی بوده که پیاده رو فیکس کنه و یه سری از خونه ها رو هم از شاه سیاه بگیره شاه برگشت خونه F6 با رخ کیش داده شاه جابجا جا شده و رخ برگشته به خونه بی یک تا اجازه پیش روی به این پیاده رو نده همونطور که میبینید این رخ هم به خوبی توی بازی داره دفاع میشه پس شاه اگر بیاد نمیتونه بره سراغ رخ و شاه باید اینجا شاه سیاه رو توی بازی محدود کنه رخ سی چهار کیش داده شده شاه برگشته رخ سی کیش شاه رفته بالا تکرار حرکات انجام نمیده رخ جیسه بازی شده حرکت خوب پیاده قابل دفاع نیست میبینید خونه F4 توسط این پیاده داره کنترل میشه و این خونه هم توسط خود رخ داره کنترل میشه اما پیاده B2 رو داده و اینجا مهمه که این پیاده رو به همراه کیش میزنه بعد از اینکه شاه جا, به جا بشه میتونه از پیاده رونده خودش سیاه دفاع کنه شاه ایسه هر دو بازیکن شاه ها رو تکون میدن شاه ای سه بازی شده و بعد از حرکت شاه ای پنج توی این لحظه میتراه جازی پور از بازی انصراف داده و آتوسا پورکاشیان با مهره سیاه میتونه این بازی رو ببره دلیل انصراف هم مشخص دو پیاده رونده داره در واقع سیاه و این رخ خیلی فعالیت نمیتونه توی بازی بکنه رو هر جا که بره توی حرکت بعد پیاده رو سیاه میرونه و میره و وزیر کنه این شاه هم در واقع توی زوگزوان گیر افتاده کجا میخواد بره مثلا اگر بیاد خونه یه دیسه این شاه از این ور میره و پیاده رو میتونه وزیر کنه از این سمت هم بره شاه از این سمت میتونه توی بازی فعال شه رخ هم که بهتون گفتم توی بازی نمیتونه تکون بخوره و به همین دلیل توی این لحظه از بازی انصراف داده این مسابقات رو هم قرار نیست به صورت کامل توی کانال پوشش بدیم فقط این بازی رو به این جهت که دو ایرانی برای دو کشور دیگه دارن بازی میکنن انتخاب کردن و یه سری صحبت هایی که میخواستم در این باره بکنم به همین دلیل این بازی رو انتخاب کردم و اگر بازی مهمی داشته باشه این تورنمنت براتون به نمایش میذارم قرار نیست همه روزهاش رو پوشش بدیم ممنونم که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایکش کنید و اگر به شطرنج علاقه مندید کانال رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجمون گسترده‌تر شه من, گسترده من کیانم و توی ویدیوی بعدی می‌بینمتون